احتمالاً شما برادر عزیز اکثران شما سربازی تشریف بردید و خب خواهرانم اگر معاف از سربازی هستند در جای دیگه به این مطلب برخورد کردن که کلمه رمزی وجود داره یا کلمه عبور یا بگیم رمز شب، اسم شب. من خاطرم هست وقتی که دوران سربازی بود در مناطقی از پادگان که شاید نزدیک اصل خونه بود و غیره، رمز شب وجود داشت که کسی که میخواست رد بشه نگهبان ازش میپرسید که رمز شب یا اسم عبور، کلمه عبور، و این میگفت و اگر درست میگفت میتونست رد بشه. در مناطق سربازی جنگی، در مناطق مهم همچین چیزی هست. امروز در کامپیوتر هم شما میبینید که وقتی میخواید برید توی فیسبوک، توی نمیدونم سایر سایت ها، میگه رمز تو بگو، کلمه عبور تو بگو. یک نمره سیکرتی داره، یه اسم سیکرتی دارن. در بانک ها همینطور رمز عبوری وجود داره، سیکرتی وجود داره که وقتی شما از اون نگهبان ها رد میشید، اگر شما اون اسم رو، اون رمز رو دانستید و گفتید، اونها برای شما خلع سلاح هستن و به شما اجازه میدن که رد بشید. در بانک ها اگر شما، اصلا مهم نیست که صاحبش باشید یا نباشید، شخص حقیقی باشید یا مجازی باشید، هر کی باشید، کافیه شما فقط رمز رو بدونی. وقتی که رمز رو دونستی، اون سیکرت رو دونستی، میتونی بچرخونی دو تا به راست، 6 تا به 8، به راست 8 درجه به فلان، چطور چطور، و در باز میشه. گاف صندوق ها قفل رمزی دارن، کلید رمزی دارن و این رو کاملا شما میدانید. و من سوالم اینه که رمز تاریکی، کلمه رمز تاریکی چی هست؟ میگفتن در قدیم که اگر اسم خدا را ببری جن میره. اصلا من نمیدونم جن چی هست، ولی من میدانم که خیلی کسا جن زده هستن، اسم خدا رو صدها بار روشون برده شده و جن نرفته، یا اون دیو که روی که میگن برشه نرفته، دلیلی داره و کاری به اون نداریم. رمز چی هست؟ اسم شب چیه؟ در قفلهای بسته دنیای ما اون رمزی که این قفل رو باز بکنه چی هست؟ که اگر این قلق رو بدانیم، که اگر این رمز رو بدانیم، مطمئن باشید که به راحتی از درهای بسته بیرون خواهیم رفت و خزانه های الهی رو به روی زندگیمون باز خواهیم کرد و از نگهبان های این دنیا ما بدون خطر رد خواهیم شد. و پولس ها کردن، پتروس ها کردن و سایر افراد کردن، و تاریخ میگه که مسیحیان زیادی، ایمانداران زیادی در بدترین شرایط و تاریکترین شرایط اونها تونستن سربلند و سالم بیرون بیان. رمز چیه؟ کلمه اسم شب چیه؟ اسم عبور چیه؟ میریم به انجیل یوحنا فصل 18. دوست عزیز، در اونجا اینطور میگه، انجیل یوحنا فصل 18: عیسی مسیح با شاگردان خود در آن شب تاریک به باغ جتسیمانی رفتند و در باغ جتسیمانی همیشه جمع می شدند و با هم دعا می کردند. و یهودا، یکی از شاگردان عیسی که به او خیانت کرد، و لشکریان و خادمان از نزد رؤسای کهنه و فریسیان عصر خود بلند شده، آمده، چراغ‌ها به دست گرفته، مشعل‌ها به دست گرفته، اسلحه به دست گرفته، داخل آن باغ شدند که عیسی و شاگردان در حالت دعا بودند. آنگاه عیسی مسیح با اینکه آگاه بود از آنچه که می‌بایست بر او واقع شود، بیرون آمده به دیشان گفت: شما چه کسی را می‌طلبید؟ دنبال کی می‌گردید؟ به او جواب دادن: دنبال عیسی ناصری آمده ایم تا او را دستگیر کنیم. عیسی به دیشان گفت: من هستم. و یهودا که تسلیم کننده او بود، او نیز با ایشان ایستاده بود. پس چون به دیشان گفت من هستم،
عیسی مسیح گفت من هستم عیسی ناصری، همه برگشته به روی زمین افتادن و او دوباره از ایشان سوال کرد برخیزید برخیزید، که را می طلبید؟ چه کسی را می طلبید؟ گفتن ما عیسی ناصری را می طلبیم. عیسی جواب گفت داد به ایشان گفت من به شما گفتم که من هستم، پس اگر من را می خواهید بگذارید اینها بروند. و اونها گذاشتن که اینها بروند، با اینکه شاگرد عیسی بودن با عیسی بودن گذاشتن که اینها بروند. حتی در اون لحظه پتروس شمشیر به دستش گرفته بود و گوش یکی از غلام رئیس کهنه رو زد. عیسی مسیح در همون تاریکی نشست رو زمین تو اون باغ و این گوش رو پیدا کرد، گذاشت و چسبون و شفا داد و گفت بگذارید اینها بروند. و حتی پتروسی که چنین یک عملی کرد دستگیر نشد و گذاشتن اینا رفتن. و عیسی مسیح گفت پتروس من اومدم که گوشها رو باز کنم که صدای آسمان رو بشنون و تو زدی گوشها رو کر کردی. بعضی از خدمتهای ما، بعضی از حرکتهای ما، بعضی از مذاهب در دنیا به جای این که گوش مردم رو به طرف آسمان باز کنن میزنن گوشهای اونا رو قطع میکنن که صدای آسمان رو نشنون، که تمام صدای آسمان از طریق ایشان بیرون بیاید و اینها بشن وسیله، یعنی تنها وسیله‌ای که انسان میتونه با خدا تماس بگیره. این از کار پتروس. اما برگردیم به سیکرت، رمز عبور. 11 شاگرد عیسی و خودش 12 نفر در این باغ در محاصره نگهبانها قرار گرفتند و وقتی اینها اومدن عیسی مسیح گفت دنبال کی میگردید؟ و اونها گفتن کلمه رمز، کلمه عبور، اسم رمز عبور عیسی ناصری. عیسی گفت منم، کلمه رمز من هستم، من اون کلمه حیات هستم و بگذار اینا برون و به وسیله این کلمه سیکرت یا رمز عبور در این تاریکی نگهبانان اونها رو گذاشتن که برون و اونها بیرون رفتن. در دل شب، در زندگی شما، در زندگی من، در جایی که تاریکی حمله کرده بر تمام موقعیت ما، کلمه رمزی وجود داره به اسم نور عالم عیسی مسیح که فرمود من نور عالم هستم، که اگر این اسم رو شما گفتید تاریکی از زندگی شما بیرون خواهد رفت. وقتی که مسیح وارد زندگی شما شد تاریکی خودش میره بیرون. لازم نیست به گریه و زاری و التماس و تو سر زدن. شما چراغ رو روشن کنید تاریکی فرار میکنه. رمز فرار تاریکی آمدن روشنایی به زندگیته. آقا از کینه، از ناراحتی، از خشم آزاد نمیشم. رمز آزادی اینه که محبت و بخشش عیسی مسیح رو وارد زندگیت کنی، خشم و کینه خودش بیرون میره. آقا سرزمین ما خشکه، آقا شرایط ما خشکه. رمز این که خشکی از زندگیت بره اینه که نهر خدا رو وارد زندگیت کنی. آمین. جایی که رودخانه الهی رو جاری کردی خشکی خودش فرار میکنه و میره. جایی که سرده، یخ زده، این تنور رو روشن کن، این گرمای شعله حضور خدا رو روشن کن. سرما خودش آب میشه، یخا در میره، میره، میره. برادر عزیز، احتیاج به زور من و شما نیست. رمزی وجود داره. نفرت‌ها رمزی داره، دردها رمزی داره، که اگر شما اون رمز و کلمه رمز رو داشتید تو زندگیت مطمئنن خودش خواهد رفت. چطور شد که اینها، این سربازان، کلمه رمز شب رو، یا بگیم رمز شب رو
عیسی مسیح قرار داده بودند. من میخوام اینو خوب دقت کنید که چطور خود شیطان و خود دنیا عیسی مسیح رو تأیید کرده به عنوان اینکه اسم او اسم شب باشه. میگه اسم انبیا و اولیا رو ببری تو شکه، شایده، اگره، اماست، انشاءالله است، خدا بخواهد است، نمیدانم است، الله الاعلم است. اسم لنین، مارکس، سایرین رو بیاری امیدوار بودنه. ببینیم چی میشه، حالا بریم جلوه. اسم هر فلسفه رو بیاری امیدوارمه، شایده، فرضیه است. تمام علم روی فرضیه، تمام مذهب ها روی اگر اما شاید. و بعد 3 سال دیگه میشه، 5 سال دیگه میشه، علم جدید میاد اصلا طوری با تو صحبت میکنه که تو میگی آقا ما اصلا اکابر بودیم، اصلا دکترای ما در مقابل این اکابر بود. فلسفه ها همدیگر رو میخورن، روانشناسی هر 50 سال اصلا روانشناسی قبل رو میخورش، اصلا نابودش میکنه، اصلا بر ضدش بلند میشه. کمونیست بعد 70 سال خودش رو محکوم کرد و گفت آقا نمیشه، خواستیم، میخواستیم، کردیم، هم خیلی جاهام خیلی کارا کردیم، نمیشه. و کفگیرها به ته دیگ میخوره. اما اینجا نگاه بکنید چطور خود دنیای شریر اسم عیسی مسیح رو به عنوان رمز شب قرار داده. و اون زمانی است که اگر نگاه کنید متی 27، انجیل متی فصل 27 جریانی است در ارتباط با شخصی به عنوان باراباس، و این باراباس قاتل بلفطره. جانی 27 آیه 21 به بعد، باراباس قاتل بلفطره جانی در زندانه و پیلاتوس میگه که کدوم از اینا را میخواید آزاد کنم؟ من 2 تا زندانی دارم، چون عیسی را دستگیر کرده بودن، یکی عیسی ناصری است و یکی هم باراباس دزد قاتل شارلاتانه و هر چیزی که شما فکر میکنید، آرسن لوپن زمان خودش. رؤسای کهنه و مشایخ قوم فرمودند و آنها رو ترغیب کردند که بروید و بگویید برنابا را میخواییم، آقا برنابا را میخواییم، بزنید عیسی رو، بکشید، هلاک سازید. پس والی به دیشان متوجه شده، آیه 21، و گفت کدام یک از این 2 نفر رو دوباره پرسید میخواید رها کنم؟ فریاد زدن آقا براباس را آزاد کنید، عیسی را بکشید، او را هلاک کنید. پیلاتوس گفت خب عزیزان، با عیسایی که مشهور به مسیحه چه کنم؟ جمیعا گفتن مصلوبش کنید، بکشیدش، آقا نسل مسیحیت را بردارید، بگذارید باراباس زنده باشد. و اینا نفهمیدن که عیسای مسیح رو خودشون به عنوان کلمه رمز آزادی باراباس از اعدام، از نابودی انتخاب کردن. خود ملایان یهود، فریسیان وسیله کردن که در واقع باراباس ها، قاتل ها، ناراستا، کسایی که بعد نابود بشن، زندگیشون از ناراستی نجات پیدا کرد. بعدا میگن باراباس به مسیح ایمان آورد و مسیر زندگیش عوض شد. چرا؟ چون عیسی مسیح کلمه رمز آزادی باراباس بود. مریم مجدلیه تمام زندگیش دنبال عیسی مسیح افتاد. چرا؟ چون عیسی مسیح کلمه رمز تبدیل زندگی مریم فاحشه بود که او بعداً به مریم مجدلیه تبدیل شد که فرمان، یا بگیم که پیام قیام عیسی مسیح رو به دنیا ارزانی داد. خود ملایان یهود، خود این افراد، فریسیان، کاتبان، عیسی مسیح رو به عنوان رمز شب قبول کردند. خود دنیا دنبال مسیح به عنوان کلمه خدا هست و او را به عنوان کلمه خدا معرفی میکنه.
خود دانشمندانی که اصلا ضد آسمان و زمین هستند و میگن همه چیز همینجوری کشک با دنجون اومده درست شده، یه چیزی بوده، مولکول بوده، سلول بوده، آقا به هم سر کوچه راه میرفتن خوردن به هم و یه چیزی هم تشکیل شده و این دنیا به وجود اومده. همین افراد میگن عیسی مسیح بزرگترین معلم اخلاق است. چرا؟ چرا در خصایل عیسی مسیح مردم احساس آرامی میبینن؟ چرا مسیحیت رو میزنن، بزرگتر از اون رو میزنن، همه چیز رو نابود میکنن، کلیسا رو به خاک خون میکشونن، به طرف عیسی که میرسن نیستن؟ چون رمز شب، سربازان در مقابل عیسی مسیح، خود عیسی مسیح افتادن، چون رمز شبه. عیسی مسیح کلمه ایست بر ضد تاریکی، عیسی مسیح کلمه ایست بر ضد درد، کلمه ایست بر ضد بیماری، مرگ و مرض ها، و این کلمه در دنیای ما شناخته شده. دیو زده ها به نام عیسی مسیح آزاد شدند. درهای بسته به نام عیسی مسیح باز شد. پتروس در زندان بود، به نام عیسی مسیح دروازه باز شد و پتروس نوشت و پتروس در کلامش گفت رمز شب نام عیسی مسیح است، زیرا که در زیر آسمان اسم دیگر به ما عطا نشده است که به نام او بتوانیم نجات پیدا بکنیم. پتروس این رو میگه. در اون روز باراباس، امروز من و شما. در اون روز مریم مجدلیه، امروز زنان ما. در اون روز دردمندان، امروز دردمندان من و شما، واماندگان من و شما. در اون روز مرقس های جوان، تیموتائوس های جوان، اپولوس ها و فیلیپوس های جوان، امروز نسل جوان من و شما. رمز شب فرق نکرده، رمز شب همونه، عیسی مسیح خداوند. رمز شب برای شیطان هم فرق نکرده، عیسی مسیح خداوند. دیوها نیز میترسند از نام عیسی. دیوها در حضور او میافتند، روحهای شریر میافتند به نام عیسی مسیح خداوند. این رمز، رمز شبه. نام عیسی مسیح در آسمان رمز وروده، در زمین رمز آزادی است، در تاریکی رمز روشنایی است. مسیح به قدرت تاریکی آن شب گفت بگذار اینها بروند، رمز شب منم، عیسی ناصری. آنها رفتند. یوحنا باب 17 آیه 24، عیسی مسیح در حضور آسمان پدر آسمانی استاد و گفت پدر بگذار که اینها وارد ملکوت بشن. رمز ورود به ملکوت نام عیسی مسیح، و پدر گفت بیا مردمی که ایمان به مسیح دارن وارد ملکوت میشن. در اون شب به اونها گفت، به روح شریر گفت، به شیطنت دنیا گفت، به اسارتهای دنیا گفت بگذار اینا برن بیرون، و در آسمان گفت به پدر آسمانی بگذار اینا بیان تو. این چه کلام مقتدریست که شیطان از او اطاعت میکنه، که پدر آسمانی او را جوابگو هست. باب 17 انجیل یوحنا، باب 17 آیه 24، مسیح در دعا به آسمان میگه بگذار اینها وارد شوند. رمز شب رو برادر و خواهرم به خاطر بسپارید، به دردتون میخوره. رمز شب رو در تاریکی میتونید استفاده کنید. رمز شب عیسی مسیح خداوند است. به نام اعلی حضرت ما شاه شاهان رب الارباب، عیسی مسیح خداوند، پرنس آف پیس، این شاهزاده صلح الهی، این شخصیتی که آسمان رو به زمین ترجمه کرد و زمین رو برای آسمان قابل هضم میکنه، عیسی مسیح خداوند رمز شب زندگی من و شماست، رمز تاریکی هاست، رمز غلبه بر شرارت هاست، رمز تنگی هاست. در مصیبت ها و شکست ها میتونی ازش
استفاده کنی. اگر قفلی دارید در شخصیتتون، در زبانتون، در رابطتون، در احساستون، دست بگذارید و این رمز رو جاری کنید. رمز شب، عیسی مسیح خداوند. بگید به نام عیسی مسیح خداوند فرمان میدم شریر، اگر شما نمیشناسید شریر نام عیسی مسیح رو میشناسه. شیطان تنها جایی که در تمام طول تاریخ ضربه خورده روی صلیب بوده، در روی صلیب در روز جلجتا عیسی مسیح سر شیطان رو زیر پاش کوبید و شیطان می لرزد از اسم عیسی مسیح، چون می دونه کلمه خداست، نه پیغمبر، نه کشیش، نه مرد روحانی، نه مرد اخلاق، کلمه زنده خداست و او می دونه کلمه خدا یعنی چی. پس بنابراین از این رمز استفاده کنید. اعمال 4:12 حفظ کنید این آیه رو. پتروس میگه اسم دیگر نیست. چرا؟ چون اون شب توی باغ جتسیمانی همین اسم باعث شد که او رو گذاشتن بره بیرون. رمز نام عیسی مسیح بود. کرا میطلبید؟ عیسی مسیح رو. چون عیسی مسیح گفته شد، پتروس اومد بیرون و اینجا میگه اسم دیگر زیر آسمان به ما عطا نشده است که به وسیله آن نجات پیدا بکنیم. یوحنا اینطور میگه در کتاب مکاشفه باب 14:1، وقتی اسم عیسی مسیح بر روی پیشانی تو، قلب تو، زندگی تو باشد، شریر تو را میشناسد و به تو نزدیک نخواهد شد. رمز ورود در خانه یایروس که دخترش مرده، در سر قبر الیازر که برادر مرده بود، در ناین که پسری فوت کرده بود، رمز حیات و زندگی بود و اونها برخواستند. امروز نام عیسی مسیح رو نه به عنوان یه دین، یه مذهب، به عنوان یک آقای بزرگوار، یه آقای اولوالعزم، بلکه به عنوان شاه شاهان، رب الارباب، شیر سبت یهودا، به عنوان کرنرستون، اون سنگ زاویه زندگی این دنیا، به عنوان شاه شاهان، به عنوان پسر خدا، به عنوان پسر انسان، به عنوان هر عنوانی که کلام خدا به عیسی مسیح داده بپذیرید. قلبتون رو باز کنید. او زندگی شما را مبارک می‌کند. دیوها می‌ترسند از نام عیسی مسیح. آمین. پروردگار مهربان، دارم به دل عشقت نهان، نه بهر اجر آن جهان، تنها تو را خواهان، نه شهرت و جاه و جلال، نه زندگی بی زوال، بلش تو ای بی مثال، خواهم تو را از دل و جان. توی آن مهر عظیم در دل بیران درم، در دل بیران گران، توی آن نور جهان، گشتگی از دید پنهان. زنده ام بهر تو ای امید نهان، زنده ام تا ابد در مرا بخوان. مهرم نه از بیم غاب، نه بهر امید سواب، خواهم دهم مهرت جواب، دادی مرا بسی تاوان. توی آن مهر عظیم در دل بیران گران، توی آن مهر عظیم
خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم، وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمی دهد. تو ای خداوند شب و روز مرا تنبیه می کنی، به طوری که طراوت و شادابی خود را از دست می دهم و خرد می شوم. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. بنابراین هر شخص با ایمانی به محض آگاه شدن از گناه خود باید تا فرصت باقی است آن را در حضور تو اعتراف کند. طوفان حوادث هرگز به چنین شخصی آسیب نخواهد رساند. تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی کرد. دل مرا با سرودهای پیروزی و رهایی شاد خواهی ساخت. خداوند می‌فرماید تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد. تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. پس مانند اسب و قاطر نباش که با لگام و افسار هدایت و رام می شوند و از خود فهم و شعوری ندارند. غم و قصه اشخاص شرور پایان ندارد، اما هر که به خداوند توکل کند از رحمت او برخوردار خواهد شد. ای نیکان، به سبب آنچه خداوند انجام داده است شادی کنید. ای پاک دلان، بانگ شادی برآورید. دوستان، من امیدوارم این برنامه باعث برکت و بنای شما عزیزان شده باشد. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با شماره تماس 2031-638-98-98-98 و همچنین با ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در ارتباط باشید. همگی شما را به آغوش خداوند ازلی و پرجلال می سپاریم.